واکنش تهران به تحریم‌های آمریکا، مجلس 2000 میلیارد تومان به برنامه موشکی و سپاه قدس اختصاص داد. کارکنان بی بی سی فارسی در ایران ممنوع معامله شدند. حکومت ایران با این فشارها به دنبال چیست؟ و نمایشگاه 150 سال تاریخ مطبوعات افغانستان. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. مجلس ایران به تلافی تحریم‌های تازه کنگره آمریکا 2000 میلیارد تومان را به توسعه برنامه موشکی و تقویت نیروی قدس سپاه پاسداران اختصاص داد. رئیس مجلس گفته تصویب این طرح گام اول در واکنش به تحریم‌های آمریکا بود و 16 اقدام دیگر در راه است. وزارت خارجه ایران هم از این مصوبه مجلس استقبال کرده و گفته توافق هسته‌ای یا برجام را نقض نمی کند. مجید خیامدار گزارش می دهد. تصویب شد با رأی بسیار بالایی. تصویب طرحی که نمایندگان مجلس ایران میگویند برای مقابله با اقدامات به گفته آنها ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه است. طرحی به تلافی تحریم‌های اخیر مصوب کنگره آمریکا علیه فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای سپاه پاسداران که رئیس جمهوری آمریکا هم امضایش کرد. طرح دقیقاً متناظر با طرح مصوب کنگره آمریکا تهیه شده و الا ظرفیت جمهوری اسلامی این نیست که در این طرح آمده. اگر آمریکایی‌ها بخوان غلط بیشتر از این بکنند، اون وقت مجلس از ظرفیت‌های بالاتری استفاده خواهد کرد که پشیمان خواهند شد. طبق مصوبه مجلس ایران، دولت باید 1000 میلیارد تومان به گسترش فعالیت‌های موشکی اختصاص بدهد و 1000 میلیارد تومان هم به شاخه برون مرزی یا نیروی قدس سپاه پاسداران. همچنین باید 1000 میلیارد تومان دیگر را به طور مساوی میان وزارتخانه‌های اطلاعات، خارجه و دفاع تقسیم کند. برای تقویت بنیه دفاعی و دیپلماتیک، مقابله با تروریسم و حفظ ثبات در منطقه. همچنین قرار شده که دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح ایران راهبردی برای مقابله با تهدیدها و فعالیت‌های منطقه‌ای آمریکا که ایذایی خوانده شده تدوین کنند. از دستگاه‌های دولتی و قضایی هم خواسته شده که برای تحریم افراد و سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا اقدام کنند که به گفته نمایندگان مجلس ایران از گروه‌های تروریستی حمایت و حقوق بشر را نقض می‌کنند. وزارت خارجه ایران از مصوبه مجلس استقبال کرد و گفت که قوی‌تر از مصوبه کنگره آمریکاست، بدون اینکه توافق هسته‌ای یا برجام را نقض کند. به اعتقاد ما این طرح بسیار هوشمندانه مراقبت کرده که برجام را نقض نکنه. از این جهت اجازه بهانه‌جویی رو به طرف‌های مقابل ما نمیده. مصوبه مجلس ایران بخشی از اقدامات مصوب هیئت نظارت بر اجرای برجام است. آمریکایی‌ها بدونن که این گام اول بود که مجلس برداشت. و ضمن اینکه ما با احتیاط در بعضی از امور گام برداشتیم، ولی 16 مورد اقدامات دیگر هم در شورای هسته‌ای تصویب شد که اونها به اجرا در خواهد آمد. اقدامات تنبیهی متقابل آمریکا و ایران که همدیگر را به اقدامات بی‌ثبات کننده متهم می‌کنند، تا اینجای کار ظاهراً خارج از چارچوب برجام پیش رفته. هرچند ادامه این وضع ممکن است پایه‌های برجام را بلرزاند. مجید خیامدار، بی بی سی. بر اساس اطلاعاتی که به دست بی بی سی رسیده، بیش از 150 نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی بی سی و همچنین بعضی از کسانی که به طور آزاد با بی بی سی همکاری می‌کنند در ایران ممنوع معامله شدند. قوه قضاییه ایران توضیحی درباره علت این ممنوعیت نداده است. فهرست اسامی افراد به دفاتر ثبت اسناد رسمی ابلاغ شده. سعید هاشمی گزارش می‌دهد. اعمال فشاری تازه بر کارمندان ایرانی شبکه خبری بی بی سی. طبق دستور قوه قضاییه، بیش از 150 نفر از کارمندان فعلی و سابق بی بی سی فارسی در داخل ایران ممنوع المعامله شدند. مرجع قضایی صادر کننده این دستور دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین است و مرجع اعلام کننده معاون اول دادستان کل کشور. دستور همین است: ممنوع المعامله شامل تمام اموال منقول و غیر منقول.
بخش جهانی بی بی سی با انتشار بیانیه‌ای از دولت ایران خواسته سریعاً به این روند پایان دهد و اجازه دهد تا کارکنان فعلی و سابق بی بی سی فارسی مانند بقیه شهروندان از حقوق مالی خود در ایران بهره‌مند باشند. دلایل صدور این دستور معلوم نیست، اما به نظر می رسد این تازه ترین موج فشار بر روزنامه نگاران و کارکنان ایرانی شبکه خبری بی بی سی است. فشارهایی که بعد از پوشش خبری این شبکه از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به اوج رسید. در طول 8 سال گذشته مقام‌های امنیتی در ایران دسترسی به خروجی‌های بی بی سی را محدود کردند. آنها با ارعاب و تهدیدهای ادامه دار کارکنان بی بی سی و بعضی از خانواده هایشان از آنها خواستند تا همکاری با این شبکه خبری را متوقف کنند. این آزارها گاه شامل دستگیری اعضای خانواده و ممنوع الخروج کردن آنها و گاهی بیکار کردن بستگانشان بوده. نگرانی از برخوردهای امنیتی و قضایی بسیاری از کارکنان ایرانی را بران داشته تا به ایران سفر نکنند. آنها که سفر کردند میگویند در بدو ورود گذرنامه‌هایشان ضبط می‌شود و در طول مدت اقامت در ایران به کرات فراخوانده شده و بازجویی می‌شوند. این بار فشار بر کارکنان بی بی سی فارسی از تهدید و ارعاب نهادهای امنیتی فراتر رفته. بدون ارائه توضیح و اخطار قبلی، سلب حقوق اجتماعی هم به فهرست فشارها اضافه شده. نزدیک 80 سال از عمر بی بی سی فارسی می‌گذرد. یکی از 27 زبان شبکه جهانی بی بی سی. در طول این سالها رابطه این شبکه خبری با حکومت ایران فراز و فرود زیادی داشته. هم در دوران پهلوی و هم جمهوری اسلامی. هر دو حکومت در مقاطعی از تاریخ تلاش داشتند که رابطه روزنامه‌نگاران این شبکه را با ایران قطع کنند. با وجود محدودیت‌های مضاعف، آمارهای تازه می‌گویند بی بی سی فارسی منبع اخبار هفتگی بیش از 12 میلیون فارسی زبان است. سعیده هاشمی، بی بی سی. دولت آمریکا در گزارش سالانه‌اش درباره وضع آزادی مذهبی در جهان، گروه داعش را بزرگترین تهدید در این زمینه دانسته. وزارت خارجه آمریکا همچنین از حکومت‌های ایران و عربستان نام برده و گفته که این دو حکومت آزادی مذهبی را رعایت نمی‌کنند. هادی نیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد. آمریکا 3 سال است که با داعش در جنگ است. برای یک بار دیگر وزارت خارجه آمریکا این گروه را بزرگترین تهدید علیه آزادی دین و مذهب در جهان برشمرده است. آنها میگویند گروه موسوم به دولت اسلامی نه فقط حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی از یزیدی گرفته تا شیعه را نقض می‌کنند، بلکه مسلمانان سنی هم در قلمروی آنها در محدودیتند. اما از بین کشورها، وزیر خارجه آمریکا اول از ایران و عربستان نام برد که هرچند در خیلی از زمینه‌ها رقیب یکدیگرند، ولی در فهرست نقض آزادی‌های دینی کنار همدیگر می‌نشینند. In Iran, Baha'is, Christians and other minorities are persecuted for their faith. در ایران بهائیان، مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها بابت دینشان تحت تعقیب قرار می‌گیرند. ایران همچنان افرادی را به اتهامات مبهم ارتداد محکوم می‌کند. در سال 2016 میلادی 20 نفر به اتهام‌های اعدام شدند که از جمله محاربه با خدا هم در آنها بود. اعضای از جامعه بهائی ایران امروز در زندانند، صرفاً چون پای ایمانشان ایستاده‌اند. We remain concerned about the state of religious freedom in Saudi Arabia. ما همچنان درباره وضع آزادی مذهبی در عربستان سعودی نگرانیم. حکومت سعودی اجازه نمی‌دهد غیر مسلمانان مناسکشان را به طور علنی اجرا کنند و علیه کسانی که به تفسیر حکومت از اسلام توهین می‌کنند، مجازات کیفری اعمال می‌کند، از جمله حبس و شلاق. نگرانی مشخص ما درباره عربستان حمله به مسلمانان شیعه است و روند ادامه دار تبعیض علیه آنها. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی به آزار و اذیت، بازجویی و دستگیری و حتی مجازات بهائیان، مسیحیان، مسلمانان سنی مذهب و حتی گرایش‌های درویشی شیعیان ادامه می‌دهد. از جمله به گزارش‌ها درباره بستن مغازه‌ها و کارگاه‌های شهروندان بهائی اشاره کرده است. دو دهه است که طبق مصوبه کنگره آمریکا، وزارت خارجه هر سال گزارشی از وضع آزادی مذهبی در جهان ارائه می‌دهد. این نخستین گزارش این چنینی در دولت دونالد ترامپ است. کنشگران خود این دولت را متهم می‌کنند که علیه مسلمانان تبعیض اعمال می‌کند، مثلا با فرمان منع ویزا برای شهروندان 6 کشور اغلب مسلمان. با این حال وزیر خارجه آمریکا با معرفی این گزارش گفته که ترویج آزادی دین و مذهب یک قاعده اخلاقی برای ایالات متحده است. گزارشی که البته به تنهایی الزام خاصی برای دولت و کنگره آمریکا ایجاد نمی‌کند. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن.
70 سال پیش هند مستقل شد و از دل آن کشور پاکستان به وجود آمد. رابطه این دو کشور در این سالها همواره با تنش همراه بوده. محمد وزیری نگاهی کرده به روابط این دو کشور با ایران در طول این سالها. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. قضیه هند باعث هممرزی ایران با کشور جدیدی به نام پاکستان شد. شاه ایران که حامی غرب بود و البته رهبر اولین کشوری بود که پاکستان را به رسمیت شناخت و همون ابتدا سفری هم به پاکستان کرد. اما هند مستقل اکنون از طرفداران مخالفت با غرب و امریکا بود و رهبران وقت اون کشور تشکلی از کشورهای طرفدار اتحاد جماهیر شوروی را به نام جنبش غیر متحدها پایه گذاشتند. هند همزمان با استقلال با ایجاد پاکستان مرزهای جغرافیایی با ایران را از دست داد و این امر فاصله بین دو ملت را به وجود آورد. ایران از یک طرف سازمان پیمان اتلانتای شمالی که رهبرش ایالات متحده آمریکا بوده را امضا کرد، جایی که هند جنبش غیر متحده نام را تأسیس کرد. هند و ایران با پیمان بستن با دو تا قطب مخالف و همین امر باعث شد روابط ایران و هند کندی افتاد و از این لحاظ قبل از آزادی هند این روابط یه سردی یه کندی را نشان می دهد. تحولات اواخر دهه 70 میلادی و وقوع انقلاب ایران معادلات را برهم زد. ایران انقلابی و اسلامی شده بود، عاملی که می توانست بر رابطه با پاکستان متحد نزدیک امریکا تأثیر بگذارد. در دوران پس از انقلاب روابط دو کشور به سرعت به سردی گرایید و علت عمده آن همون سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور بوده، چون در دوران قبل از انقلاب هر دو کشور در یک مسیر یکسان سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی قرار داشتند، ولی پس از انقلاب ایران سیاست خارجی از متمایل به غرب به سوی دشمنی به غرب و امریکا روی آورد و پاکستان همچنان بر همون سیاست قبلی خود باقی موند. به دلیل این میبینیم که روابط دو کشور به سردی گرایید و به خصوص در با توجه به نقش پاکستان در افغانستان و نزدیکی بیش از حد پاکستان با غرب و امریکا باعث ناخشنود شدن تهران شد. جنگ ایران و عراق اما این رابطه را دگرگون کرد و ضیاءالحق رهبر اون وقت پاکستان را به بازنگری رابطه با ایران واداشت. ضیاءالحق با توجه به اهمیت ایران به عنوان کشور همسایه و تنها مرز مشترک پاکستان با ایران که هیچ گونه مشکلی نداشت، ضیاءالحق شروع کرد به نزدیک شدن با ایران و از یک سو از مواضع ایران حمایت میکرد و از سوی دیگه تلاش میکرد از مواضع سیاسی ایران به طور غیر مستقیم از این حمایت بکنه. و در کنار اون میبینیم که ضیاءالحق یه سیاست دوگانه رو در پیش گرفت، چون از در افغانستان از مواضع غرب و امریکا حمایت میکرد و از سوی دیگه در سطح منطقه و به خصوص در برابر عراق از مواضع ایران حمایت میکرد. این نزدیکی البته تأثیری بر رابطه ایران با هند به طور محوری نداشت. تجارت نیاز مبرم هند به انرژی محور اصلی این مناسبات بود و ظاهراً علی‌رغم نزدیکی هند با امریکا و اسرائیل در این اواخر باز هم تجارت میتواند هند و ایران را به هم نزدیک کند. روابط هند با ایران از لحاظ یعنی دوستی هند با آمریکا و اسرائیل مطمئناً تأثیر می‌ذارد، اما جوری که وقتی نخست وزیر هند به ایران رفتند ایشون گفتند که دوستی ایران و هند به قدمت تاریخ است و تاریخ هیچگاه با
زمان مدت کوتاه را نمی بیند. این یک. دوم، با وجود این، یعنی دو تا کشورا این هوشیاری را دارند، یعنی باهوش هستند که روابط سیاسی هیچگاه به روابط تجاری اثر نمیذارد. 70 سال از زمانی که رهبران هند و بریتانیا در اینجا در لندن در نهایت تصمیم به استقلال هند و همچنین تأسیس کشور پاکستان گرفتن میگذرد. در طول این 7 دهه تنش‌ها بین این دو کشور که 3 بار با یکدیگر به جنگ تمام‌عیار رفتند همواره ادامه داشته است. به نظر می‌رسد که این رابطه تنش‌آمیز چنان مزمن شده است که تا سال‌های آینده بر رابطه این دو کشور با دیگر کشورهای جهان از جمله ایران سایه خواهد افکند. محمد وزیری، بی بی سی، لندن. استقلال افغانستان 28 سال پیشتر از هند برای مبارزات آزادی طلبانه هندی ها هم الهام بخش بود. افغانستان پشتیبان استقلال هند از بریتانیا بود و حتی 102 سال پیش به نخستین دولت در تبعید هند اجازه داد در کابل شکل گیرد. استقلال هند و جدایی پاکستان اما برای افغانستان بی هزینه نبوده. جزئیات بیشتر از هارون نجفی زاده. پیوند محکم میان نمادهای ارزشمند بودایی در بامیان و عینک افغانستان و بناهای تاریخی هند. افغانستان کهن و شبه‌قاره هند تاریخ دور و دراز و پر از فراز و نشیب دارد. پیوند ما با ملت هندوستان سابقش به سرآغاز تاریخ میرسه، به سپیده دم حیات آدمیزاد در این منطقه جهان، مخصوصا وقتی که آریایی هایی که سرازیر شدند به سمت جنوب و مشرق از آریانای او زمان رهسپار هندوستان شدند. همین طور رفت آمدها که پای نخست وزیر نریندرا مودی را در دسامبر 2015 به مجلس افغانستان کشاند، باری دیگر یادآور در همتنیدگی افغانستان و هند شد. برخی حتی سعی کردند ما را تخریب کنند، اما ما اینجا هستیم چون شما به ما باور دارید. باور یا شناخت مردمان دو جغرافیا حتی در کنار لشکرکشی های خونین غزنویان، غوریان، مغلها و ابدالیها از خراسان قدیم و سرزمین هند شکل گرفتند. از نظر این دیپلمات پیشین، تبادلات فرهنگی و داد و ستدهای بازرگانی و زندگی مسالمت‌آمیز همواره وجود داشته. در سرآغاز قرن 20 ملت هند سخت در پنجه استعمار ظالمانه بریتانیای او روز رنج می برد و تحمل می کرد و چشم امید بیاری مردم افغانستان داشت. به این سبب جریانات آزادی خواه هندوستان رهبرانشان به کابل آمدن و در کابل حکومت هندوستان آزاد به شکل جلاوطن تأسیس شد که رئیس جمهورش راجا مهندرا پرتاب و صدر اعظمش مولانا برکت الله بود. آزادی شیرین هند و ولی جدایی تلخ پاکستان افغانستان را در بین دو سنگ آسیاب قرار داده. رقیبان قدرتمند شبه‌قاره هند که 3 جنگ را پشت سر گذاشتند اهمیت راهبردی افغانستان را جدی می‌گیرند. افغانستان نخستین کشوری بود که از پذیرش رسمیت کشوری به نام پاکستان به دلایل اختلافات مرزی سر باز زد، ولی در جنگ های هند و پاکستان طرف هیچ یک را نگرفت. من فکر میکنم هیچ وقت نمیتونه که ما رابطه افغانستان و هند را به شکل بایلاترال دو جانبه بررسی کنیم. طبیعی هست که بحث پاکستان در میان میه و مخاطر رابطه هند و پاکستان و افغانستان را به حیث مثلث عاشقانه عجیب غریب تعریف کردن خیلی ها. یکی از منتقدین به این باور هستند که افغانستان در این مثلث نقشی را بازی میکنه فعلا که در دوره رقابت بین روس و انگلیس بازی میکرده. یعنی اگر حکومت هند و از سیاست های خارجیش و منافع افغانستان به او خیلی نزدیک تر باشه، مراجعه میکنه به هندوستان.
در صورتی که این منافع در اونجا تامین نشه بدون شک برمیگردن در آغوش پاکستان. اکنون بزرگترین دموکراسی جهان به یاری نوپاترین دموکراسی شتافته. هند موافقت نامه همکاری استراتژیک در سال 2011 امضا کرده. دهلیزهای هوایی و سدهای آبی برق ساخته. هزاران جوان را آموزش می دهد و به بهبود جایگاه افغانستان در منطقه و جهان کمک می کند. و هر هندی $1 به بازسازی افغانستان اهدا کرده. $1,200,000,000. با وجود آن، چیزی که پاکستان در دست دارد و می تواند به افغانستان کمک کند کم ارزشتر از اینها نیست. بستن دست گروه های شورشی که در این کشور پناه جستند. هارون نجفی زاده، بی بی سی، کابل. دولت افغانستان تاریخ 150 ساله مطبوعاتش را به نمایش گذاشت، تاریخی که فراز و فرود زیادی داشته. حالا هم مقام ها می گویند که افزایش تهدیدهای امنیتی و مشکلات مالی حدود 1/4 مطبوعات افغانستان را زمینگیر کرده است. اسماعیل شهامت خبرنگار ما در کابل سری زده به این نمایشگاه. نمایشگاه سیر تاریخ مطبوعات در افغانستان، گذر از حدود 1.5 قرن افت و خیز رسانه‌ای. 1252 خورشیدی تاریخ تأسیس اولین روزنامه در افغانستان. از خبرهای داغ تا طنز و کاریکاتورهای مسئولان سیاسی وقت، از رسانه‌های تحت کنترل رژیم کمونیستی خلق و پرچم تا روزنامه‌های احزاب جهادی. سیر تاریخ 150 ساله مطبوعات افغانستان که با شمس النهار اولین روزنامه افغانستان رقم خورده، همپای مبارزات آزادی خواهانه مردم افغانستان فراز و فرود زیادی داشته. دوره امیر حبیب الله خان یکی از سیاه‌ترین دوره ها توصیف شده که حبیب الاسلام نمونه از روزنامه های اون وقت است. بعد دهه اخیر دموکراسی که هم دوره هست با حکومت ظاهرشاه، آخرین پادشاه افغانستان، هم یکی از بهترین دوره ها برای مطبوعات افغانستان توصیف شده. مطبوعات در افغانستان با این پس زمینه وارد دوره تازه‌ای از فعالیت شده. در این مرحله ما شاهد به میان آمدن رسانه های بسیار متکثر هستیم و بعد از اینکه قانون مطبوعات دهه دموکراسی به اینجا مروج میشه، ما قانون رسانه‌های همگانی را مطابق اجابات روز و زمان میسازیم که میدان برای رشد و تکثر مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت‌گرا مساعد میسازیم. رادیو تلویزیونی ملی افغانستان که در دوره حاکمیت طالبان بر رادیو صدای شریعت تغییر نام یافته بود، محل نمایش سیر تاریخ مطبوعات است. این تهدید هنوز پابرجاست. سال 2001 به این سو در حدود 70 خبرنگار را در افغانستان از دست دادیم و بیش از 600 پرونده خشونت در برابر خبرنگاران به ثبت رسیده. معنیش این است که هم گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان، چه طالبان، داعش و غیره، نگاهشان نسبت به رسانه‌های آزاد یک نگاه مساعد و مناسب نیست. در یک دهه و نیم اخیر رسانه ها قارچوار در افغانستان رشد کردند. نزدیک به 100 شبکه تلویزیونی، از جمله 2 شبکه ویژه زنان، بیش از 200 رادیو و ده‌ها رسانه چاپی دیگر. 2014 میلادی اما سیر نزولی مطبوعات را هم رقم زد. مشکلات مالی ناشی از کاهش کمک‌های جامعه جهانی در بسیاری رسانه‌ها را در افغانستان بست. اسماعیل شهامت، بی بی سی، کابل. در بزرگداشت 98مین سالگرد استقلال افغانستان در کابل مسابقه دوچرخه سواری برگزار شد. در این مسابقه افرادی از 10 ولایت شرکت کرده بودند. مقام‌های اول تا سوم به جوانان کابل رسید. فدراسیون ملی دوچرخه سواری افغانستان میگوید هدف از راه اندازی این برنامه تشویق جوانان به دوچرخه سواری بوده. ارشاد هنریار گزارش می‌دهد. رکابزنی برای پیروزی به سوی طاق پیروزی در پغمان کابل. ورزشکاران از گوشه و کنار کشور
برای رسیدن به جام استقلال رقابت میکنند. یک ساعت و 20 دقیقه پس از آغاز مسابقه اولین ورزشکار به خط پایانی میرسد. پای نماد استقلال افغانستان. قبلا هم خودم مقام اول گرفته بودم، دیگه این سال اول هستم. دیگه باز کوشش کردم، جایگاه خود حفظ کردم، دیگه بسیار احساس خوب و خوش دارم. دیگه رفیقای هم تیمی هایم بسیار کمک کردن، یک همکاری است. جشن شادی امروز برای بسیاری یادآور جشن استقلال کشور در اینجاست. این ورزشکاران که تعدادشان به بیش از 40 نفر میرسه، فاصله 40 کیلومتری را از مرکز شهر تا اینجا ولسوالی پغمان پیمودند. تاق ظفر از نمادهای اصلی استقلال افغانستان است. راه اندازی رقابت دوچرخه سواری برای برگزار کنندگان به دور از نگرانی و دلشوره نبوده. این مسابقات از کمیته ملی المپیک افغانستان آغاز شد که ما در مسیر را مشکلات امنیتی هم داشتیم، واقعا نگران ازی بودیم که نشه خدا نخواسته کدام مشکل پیش آید برای جوانای ما، که الحمدلله حکومت افغانستان یا حکومت ما تدابیر امنیتی گرفته بودند. جشن استقلال افغانستان همه ساله با راه اندازی کنسرت ها، رقابت های ورزشی و برنامه های ویژه در کشور برگزار می شود. ارشاد هنریار، بی بی سی، کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.